با درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه معرفی کتاب، بعد از چند هفته کارهای صوتی پادکست درست کردن، امروز گفتیم هوا خوبه تصویری با هم دیگه صحبت کنیم. کلن وقتی موضوع کتاب میاد وسط آدم انگار عصا قورت داده. من خودم هم موقعی که طنز اجرا میکنم خیلی راحت ترم. این کتابری که میگیرم دستم، درست طنز رو همین امروز همینجا اجرا کردم، خب خیلی راحت، همین کتاب اومد دستم یهو آدم اینجوری میشه با درود خدمت. اصلا نمیدونم چرا. بعد نگاه کنیم تمام کسایی که کتاب میخونن، نقد میکنن، در مورد کتاب حرف میزنن، آدم های یوبسی هم. یوبس نه از نظر بدی ها، یعنی سیستمشون همینه، یعنی نمیتونه در مورد کتاب حرف بزنه، یه چیزی وسطش بگه بخنده. حالا ما در داستان ما هم فرق میکنه، ما از اون مدل داشتیم معرفی کتابمون، یه وسطش هم یه چیزی در مورد کتاب خنده‌دار یادمون میاد میگیم دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید. کتاب اسماعیل فصیح، اولین رمانش، نشر ذهن آویز، این رمان رو سال 47 نوشت، خیلی هم موفق بود. شراب خام، شما به هر ایرانی بگین شراب خام میگه من خوندمش. قبلش من یه عذرخواهی بکنم، من آلرژی دارم، اگه میخواستم برنامه بذارم نذارم، ممکنه 3 ماه، 1 ماه، 2 ماه اینجوری باشم. برای همین اگه میبینین عینک زدم یا صدام اینجوریه، به خاطر آلرژیه. اسماعیل فصیح تو کتاباش یه شخصیت داره، مثل آگاتا کریستی هست که هرکول پوارو رو داره، اینم یه شخصیتی داره، جلال آریان. خیلی جالبه، تو همه رماناش تقریبا هست و میگن خیلی نزدیک به شخصیت خودشه. البته تو این کتاب خودش توضیح داده که آقا شخصیت ها، اسما، هر چی تو این کتاب اومده ساخته ذهنمه و اگه اتفاقی اسمی شباهت به کسی داره ارو منظوری نیست، همین جوری شده. این کتاب در مورد جلال آریانه که رفته برای تحصیل آمریکا، اونجا با خانومش زندگی میکرده، درسش هم میخونده، مهندسی شیمی. خانومش میمیره، جلال تو ایران هم یه برادر داشته که مریض بوده، تنها بوده، برای همین برمیگرده ایران که مواظب برادرش باشه. این وسط هم توی یه شرکت خارجی کار پیدا میکنه، وضع مالیش خوب میشه، حقوق شرکت خوب بوده، در نتیجه داداشش رو میبره به یه آسایشگاه خوب. تو این گیرودار زهرا میرفته قهوه خونه، رستوران، غذا میخورده، تو بیرون خلاصه با یکی از دوستای قدیمش برخورد میکنه و اونم قاطی ماجرا میشه. بعد از طریق این شرکتی که کار میکرده یه ماموریتی بهش داده میشه که وارد یه داستان جنایی هم میشه. پس کتاب یه جورایی عاشقی جناییه و کتاب قشنگیه. من فصل 1ش یه خورش رو براتون میخونم تا خودتون بقیهش رو دنبال کنید. فصل 1. وقتی برادرم یوسف 6 ساله بود، یک روز از بالای تارومی ایوان خانه مادر بزرگ افتاد. تمام سر و صورتش غرق خون شد. 6 جای صورتش بخیه خورد. وسط ابروی راستش چنان شکافی برداشت که هنوز هم جایش باقی است. اما نمرد. با آن جسم ناتوان و کوبیده و آن روح حساس، سالها پس از آن حادثه زنده ماند.
یوسف همون برادر است که گفتم مریض بوده، این به خاطرش برگشته دیگه. من و فرنگیز هر روز اندام نحیف و باند پیچی شده یوسف را بغل می گرفتیم و روی پله های حیاط جلوی آفتاب می نشستیم. حرف مردن یا خوب شدن او را می زدیم. یوسف در اسفند ماه 1320 با یک روماتیسم قلبی خطرناک به دنیا آمد. موقع تولد فقط 1 کیلو بود. مادرمان وقت زاییدن یوسف مرد. بابا هم که از کاسبهای بازار بود در سال دوم تولد یوسف مرد. حالا پس از 15 سال، گرچه پزشکان بارها برایم روماتیسم قلبی را تشریح کردند، هنوز دقیقا نمی دانم این مرض چه خوره‌ای به بدن نحیف یک بچه می اندازد. ولی از تجربه سالهای اول زندگی یوسف می دانم که مرض او و سایر دردهایی که بعدها با آن قاطی شد تمام دوران بچگیش را تباه کرد. همیشه درد داشت. وزن بدنش همیشه به طور متوسط نصف بچه های عادی همسن و سالش بود. تلخه ولی قشنگه. حتما کتابو تهیه کنین بخونین. تا بعد.